به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان شنوانده عزیز خوش آمدین به یکی دیگری از پادکست های گب لنگویجز خدا کنه که با جمع خانواده گرم باشین در این روزای زمستانی و کار بار و روز روزگارتان بخیر بگذره پادکست امروزی یا ما در باره یاد خاطرات مکتب است من در کنار خود دوست بسیار خوب و عزیز خدا دارم یک دختر خانم بسیار خوب حسی جان است حسی از دیر وقت میشناسم دختر کوشا دختر مهربان در پلیزی که کارهای بیرون میکنه کارهای خانه رو میکنه مرشته صحبت میتون بر از اونا پیش از او چون حسی چند وقت میشه ما هم ندیدیم باشین که من امروز یک جور پرسانی کوتاه بکنم باز میمانم شک که با شما گپ بزنم حسی جان سلام روزت بخیر سلام علیکم علیکم سلام روز خودتان بخیر خوب استین؟ شکر فضل خدا من خوب هستم خدا کنه که خودت هم خوب باشی خانواده هم خوب باشن شکر است فضل خدا تشکر اوسای جان دیر وقت میشه ندیدیم از اول ندارم آه... گفتم پرسان بکرم آه... چطور است آه... روز روزگار و وضعیت مصروفیت سلامت باشی نصیر جان شکر الحمدلله همه چیز خوب میگذره. و شکر ما خوب هستیم یعنی در خانه هستم و مصرف کارو بار خود و تو چطور و زیاد وقت شده ما هم ندیده ندیدیم و انشالله که خوب باشه همراه کارو بار هم من فضل خدا ایسان خدا خوب هستم کارو بارم میگذره دیگه وضعیت افغانستان است ولی خدا را شکر آدم ناشکری نکنه آم... تا حال نسبتا خوب میگذره نسبت به دیگه کارا خوب میگذره شکر است آم... حسین جان پادکست داریم شنوانده صدای موتور رو میشنوه میشه که یک احوال پرسی, احوال پرسی، احوال با شنوانده عزیزم داشته باشی بله تشکر نصیر جان خب سلام خدا تقدیم شنوندگان عزیز میکنم و انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشن و همچنان مزید خوش هستم که در برنامه شما هستم خیلی خوب خیلی خوب ما خیلی خوش هستیم من خودم خوش هستم هیجانی هستم حتما شنوانده خوش هستن که خودت در کنار خود داریم و از یاد خاطرات مکتب خودت میشنیم و چیزها را یاد میگیریم موضوعات مختلف البته اما را که خودت میفهمی چون دوره مکتب خودت هم سپری کردی ما هم سپری کردیم ما به خاطر یادگیری علم مضامین مختلف داریم من میگم سوالی تو پرسان میکنم یا سوالی تو یا ازت پرسان میکنم که مضمون دلخواه در دوره مکتب کدام مضمون بود مضمون وقتی که نامشه گفتی باز دلیلش هم بگو که چرا مضمون دلخواه من انگلیسی است خب مده تمام مزامین علاقه بودم و استم اما مضمون ریاضی هم علاقه دا دارم و داشتم و زیاد در مضمون انگلیسی علاقه بودم و فعلا هم استم چون من از شروع یعنی زمانی که شما میفهمین ما کارتون زیاد میدیدیم و تا فعلا هم بعض وقت اگر فرصت باشه میبینیم بیشترشون به زبان های انگلیسی است و من زیاد بودم چون من زیاد خوش داشتم ببینم و زبانشان هم بفهمم و من وقتی که شامل مکتب شدم در اونجا متوجه شدم که ما یک مضمون به نام مضمون انگلیسی داریم و من زیاد خوش بودم چون علاقه مندی داشتم و همچنان مد صنف که انگلیسی داشتم زیاد خوب بودم و همیشه نمرات خوب به دست می آوردم و همیشه تحت تشویق استادان هم قرار می گرفتم خوب و چرا من ایره خوش دارم به خاطر که من خب یک دلیلش گفتم که یعنی میشه آرزوی طفالیت که یاد بگیرم و دیگه دلیلش ای است که این زبان یعنی میگیم زبان بین المللی است یعنی شما در هر جای گوشی دنیا که برین میتونین از این زبان استفاده کنین یعنی در هر کشور به خاطر رفع مشکلات خود و هم میتونیم به خاطر وظیفه های متفاوت یعنی اپلای کنیم و در اونجا میتونیم وظیفه های خوبتر به دست بیاریم و همچنان یک جای میخوایم که به خاطر سیاحت بریم میتونیم ب... یعنی مشکلات خود را رفع کنیم و چیزهای دوست داشتنی را در دا اونجا به دست بیاریم و یا هم داشته باشیم به با همین دلیل است که من انگلیسی را زیاد خوش دارم و فعلا هم کوشش میکنم که چیزهای زیادی را یاد بگیرم در مورد انگلیسی بسیار خوب بسیار خوب به خاطر یادگیری دلیلی که شما گفتین به خاطر یا گفتی به خاطر یادگیری زبان انگلیسی چند تا مورد یا چند تا دلیل بود که یکیشی که ما میتونیم کشورهای مختلف سفر بکنیم یکی که میتونیم با فرهنگهای مختلف یا با مردم مختلف از گوشه و کنار دنیا ارتباط برقرار بکنیم چون زبان بین مللی است دقیقا ما یکیشه هم اضافه میکنم میگم که میگن که زبان انگلیسی زبان پولاور است شما وقتی که میخواین زبان انگلیسی یاد بگیرین به خاطر از یاد میگیرین که بیشتر پول پیدا بکنین از این چند موردی را که شما اشاره کردین به نظر خودت کدامش به خاطر کدامش خودت زبان انگلیسی را یاد گرفتی خب اولش من به خاطر علاقه خود یاد گرفتم آه. چون زیاد علاقه من بودم و میخواستم که با مردم های متفاوت ملاقات کنم و فرهنگ یاد بگیرم و دومین به خاطر پیدا کردن یا هم دریافت کردن وظیفه های خوب یعنی ارزوی وظیفه که داشتم به خاطر او چون شما میفهمین که دی وقت ها یادگیری چندین زبان خیلی مفید است به انسان هر چقدر که انسان زبانی یاد داشته باشه همونقدر قدر سهولت وظیفه و یا هم سهولت کاری و سهولت زندگی خوب داشتن بیشتر است خیلی خوب خیلی خوب تشکر و قبل از شروع کردن سوال بعدی یعنی گفتنیتون ما هم سوال دارم خواه خواه, خواه بفرمین. چون شما فهمیدین که من کدام مزمون خوش دارم و خاطر چی خوش دارم یعنی چرا و حال ما از تو پرسان میکنم نسیر جان که تو کدام مضمون خوش داشتی و داری هم و چرا علاقه او مضمون بودی؟ خب به خاطر از اینکه سوال های زیاد مانده من کوتاه جواب میتم من یک مضمون خوش نداشتم چندین مضمون خوش داشتم که مضمون مو... دلخواهی ما بوده من مضامین اجتماعی را زیاد خوش داشتم خوش دارم هم تا حال مضامین ساینسی را مثلا بیولوژی را بیشتر و در مزامین اجتماعی تاریخ جغرافیا را بیشتر تا حالا هم خوش دارم و ارگایم که در مکتب امو مضمون یا امتحانش می یا درسش می آمد من با با انگیزه بالا با علاقمندی شدید و با انرژی فراوان که هیچ وقت خسته نمی شدم او می امتحان می دادم و همیشه با او مضمون بودم وسای جان ما میرم روی س... یا میرم طرف سوال دیگه سوال دیگه را تو ازت پرسان میکنم که در دوره مکتب بسیار چیزای زندگی را بسیار از موضوعات زندگی را یاد گرفتی یا که در دوره پانتون وقتی که دوره مکتب میگم مشخصا دوره عالی مکتب که سنف دو و یازده و دوازده شود بله خوب سوال است خوب این هر دو دوره دوره خیلی متفاوت است و خب در دوره عالی که ما میرسیم ما متوجه میشیم که باید کوشش کنیم تا به پنتون را پیدا کنیم یعنی کوشش زیاد میکنیم کورس ها میریم درس زیاد میخوانیم چون امتحان کنکور پیش روی داریم و بعد از او وقتی که امتحان کنکور میتیم ما منتظر نتیجه میمانیم که کامیاب میشیم در پهنتون،, پهنتون یا دانشگاه یا خیر ماله. و بعد از او وقتی که مده پاهنتون رای یافتم خیلی خوشحال شده بودم و دوره هر دو دوره خیلی متفاوت است چون در دوره مکتب ما بیشتر کوشش میکنیم که دوست های متفاوت داشته باشیم یعنی خیلی از دوست ها پیدا میکنیم و تمرکز ما بالای درس است اما بیشتر مصروف خود ما می باشیم یعنی ما بیشتر دوست ها پیدا میکنیم و کوشش میکنیم که یک خاطره خیلی خوب از های خود داشته باشیم و بعد از او وقتی که ما پنتون میریم اصل میگیم اصل مسئله ده پنتون شروع میشه یعنی چون اه... وضعیت فرق میکنه یعنی وضعیت مکتب و پهنتون پاهنتون قسمی است که در مکتب فقط ما دخترها بودیم و همراه دخترها درس میخواندیم طبقه اوناس بود استادای ما و در پاهنتون که است ما همراه طبقه زکور و اوناس در یک صنف بودیم و استادهای ما متفاوت بود از طبقه زکور بود و از طبقه اوناس و ما زمانی که داخل پنتون شدم در اونجا خیلی استرس داشتم یعنی جورت خود عزیز داده بودم تقریبا چون من هیچگاه با ای قسم یک حالت رو برو بودم وقتی که سیمینار می داشتم من خیلی کم شده بودم چون نمیتونستم در مقابل طبقه ذکور یا استاد ما که طبقه از طبقه ذکور بود نمیتونستم یک سیمینار را ارائه کنم و در اونجا جای سوستا من رای خدا یافتم که من باید چگونه پیش برم و چگونه برخورد داشته باشم با اونا یعنی هر دو طبقه ذکور و طبقه اوناس و همراه استادا هم چخص ما باید برخورد داشته باشم و خیلی چیزها را هم یاد گرفتم خیلی موضوعاتی بود که مرا متوجه ساخت که اصلا از آیستا آیستا ما وقتی که بزرگ میشیم ما میفهمیم که زندگی یعنی چی و با چی چالش های ما رو برو میشیم و زیادتر چیزها رو ما از پاهندین یاد گرفتیم و خیلی خاطرات خوب هم داشتیم چون ما طبقه اوناس مفکره هایشان متفاوت تر طبقه زکور میباشه و وقتی که هر دو مفکره های خود شریک میکدیم در تمام حرس ما خیلی چیزها رو متوجه میشدیم در جامعه چی میگذره و چی حالاتی هستند و خیلی چیزها را از یاد گرفتیم. خیلی خوب شنوانده عزیز اما رقمی که من از گپای وسایی برداشت کردم دوره مکتب متفاوت از دوره پنتون است شما ارتباطات در دوره پنتون یا دانشگاه بیشتر میشه و با طبقات مختلف شما ارتباط میگیرین و طبقه مخالفی که طبقه زکور از شما ارتباط ارتباطات میگیرین پس اونجا شما وارد یک یک فضا و یک جای دیگه میشین که شما کوشش میکنین که دو فضا خود بیشتر پیدا بکنین دو فضا بیشتر بدرخشین و دو فضا کامیاب باشین و چیزی که در دوره پانتون در دوره مکتب ببخشین قسمی که حسی جان گفت دوره مکتب دوره ای است که شما ارتباطات برقرار میکنین پایه های دوستی و ارتباطات حسنه را میمانین و کوشش بکنین که دوستک های بسیار خوب پیدا بکنین درس بخوانین اما کوشش بکنین که ارتباط هم با دوستا و با رفیقک خود ارتباطات حسنه و قوی و من میگم ریشهی و پایهی داشته باشین حسین جان سوال خلاص از فقط یک فقط در قالب دو جمله یا سه جمله بگو که شاگرده چی کنند که درس خوان شوند خوب شاگردا باید یعنی وقتی که میخواین یک شخص موفق شون اونا باید هدف داشته باشن تعیین کردن هدف خیلی کمک میکنه به زندگی انسان تا به مون مقصدهای خود برسن و وقتی که هدف نداشته باشن یعنی نمیتونن به خود برسن یعنی نمیفهمن چه وقت کورس برن و کدام ازمون اول زیاد اول, اول اولویت بتن و یا هم چی کار رو انجام بتن <Happiness gegen violininding warfare> شاگردا باید اما تقسیم اوقات خود داشته دا باشن باید تمرین زاد کنن و در که میخوانند از اونا نوت بگیرن و آیسایسا هم خود تمرین کنن وقتی که تمرین میکنن بر اونا عادت میشه که آیسایسا کتاب به کتاب های دیگه دلچسبی پیدا کنن و چیزهای زیادتر یاد بگیرن و, و میتونن به مرور زمان درس خوان شون و چیزهای خیلی بیشتری یاد بگیرن بی و به هدفشان برسن خیلی خوب خیلی خوب عالی ا های عزیز رسیدیم به پایان یا ختم پادکست امروزی که درباره خاطرات مکتب بود. دیگه شما من امیدوار هستم که چند نزایی که با ما بوده باش بودین خوب گذشته باشه، خوش گذشته باشه و آموزشی بوده باشه براتون. تمام شما را به خداوند بخشنده و مهربان می‌سپاریم. متوجه خودتان زیاد باشین، کوشش بکنین که خود گرم نگاه کنین تا اینکه مریض نشین. و فراموش نکنین که با موضوعات مختلف و جالب دیگه در پادکست های بعدی گب لنگویجز شما را می داشته باشیم و موضوعات مختلف به بحث می گیریم و برای شما کوشش میکنیم که پادکست های مختلف و جالب تهیه بکنیم خداوند یار نگهدارتان الله حافظ تشکر از شما و فراموش نکنین که چنل ما را سبسکرایب و لایک کنین به امید دیدار تا پادکست بعدی ما تشکر خیلی خوب خیلی خوب خوب است سوسای جان خودت نام خدا گفتی که چینل را سابسکرایب کنیم بله من میگم به نوبه خود حتما چینل ما رو سابسکرایب کنیم چیزهای جالب و خوب و متنوع و آموزشی را یاد میگیرین بازم خدا یارتان خدا